قاتل شاهرگو میزنه، بعد میگه میخوای بمیری. خب جسم نصف جون من چه جوابی داره؟ من میخوام بمیرم. من باهات ازدواج کردم چون گفته بودی ربابو طلاق میدی. خودت گفته بودی هیچ علاقه ای به رباب نداری. حالا میبینیم که توی دادگاه الهی کی برنده میشه و کی شکست میخوره. کوئی چاند رکھ میری شام پر. دستمو ول کن. زیدان بهت گفتم ولم کن. تو طلاق میخوای آره؟ قاتل شاهرگو میزنه، بعد میگه میخوای بمیری. خب جسم نصف جون من چه جوابی داره؟ جوابش همین میشه که آره، من میخوام بمیرم. پس آخرین ضربتم بزن لطفاً، منو طلاقم بده. چرا التماس میکنی؟ التماس نکن، من این لطفو بهت میکنم، تو رو طلاق میدم. ولی فعلا وارث این خونواده تو شکمته، داری مادر بچه هم میشی، به خاطر همین تا بچه به دنیا نیاد اصلا قرار نیست طلاقت بدم. یه بار دیگه به این تصمیمت فکر کن. من اصلا دلم نمیخواد تو رو به زور اینجا نگه دارم رباب. قبول دارم که بین من و تو یه رابطه ضعیف و غیر قابل اعتماد بوده، ولی برای بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد این رابطه خیلی مهمه، مگه نه؟ واسه همین تا اون روز مراقب سلامتیت باش لطفا. مواظب بچه‌مون باش، حالت بهتر میشه. نیایش چی شده؟ تو مشکل چیه؟ داری چی کار میکنی؟ من مشکلم چیه؟ ها؟ من مشکلم چیه؟ از من میپرسی مشکلم چیه؟ من باهات ازدواج کردم چون گفته بودی ربابو طلاق میدی. آره. خودت گفته بودی هیچ علاقه ای به رباب نداری. گفته بودی با من میخوای زندگیتو بگذرونی، مگه نه؟ پس این نمایش جدید چیه ها؟ یادت باشه زینال، من به خاطر تو همه چی رو ول کردم اومدم. فقط ازت خواستم ربابو ول کنی، ولی تو جلوی همه به من میگی خفه شو. اصلا مشکل تو چیه ها؟ مشکل تو چیه؟ آروم باش، آروم باش، ولش کن. چه شده؟ ببین، ببین چی بهت میگم. وقتی عصبانی میشی خوشگل میشی، ولی وقتی میخندی خوشگلتر میشی. فهمیدی؟ پس بخند، بخند. زینال اصلا حوصله شوخی نداره. باشه گوش بده، بشین. دستمو ول کن. بشین، بشین حرف بزنیم. به من نگاه کن. نمیخوام نگات کنم. فقط یه لحظه نگام کن. بیا با آرامش حرف بزنیم. زینال نمیخوام در این باره حرف بزنم. باشه به من نگاه کن عزیزم. عشقم.
به من نگاه کن. عشق من تویی. من به کس دیگه ای علاقه ندارم. خودت میدونی که رابطه ای من و ربا فقط روی کاغذ و تموم. ولی واقعیت اینه که رباب قرار وارث این خونه رو به دنیا بیاره. آره، رباب بارداره. مامان به هم هشدار داده تا وقتی بچه به دنیا نیاد من ربابو طلاق ندم. خواستش اینه که بتونه نوش رو بغل کنه. این خواسته این مامانو که نمیتونم ندیده بگیرم. متاسفانه تا اون موقع باید با رباب زندگی کنیم. باید توی این خونه نگهش داریم. امیدوارم که درک کنی. تو واقعا فکر میکنی رباب بعد از زایمان بچه رو میده به خاله گلشن و میره؟ و تو اونو طلاق میدی؟ دقیقا. تو چی فکر کردی زینال؟ رباب به این راحتی بچهش رو ول میکنه و میره؟ آره؟ نه قبلا نگران خوشحالی و رضایت رباب بودم، نه الان هستم، نه در آینده خواهم بود. پسر منه و باید تو خونه من بمونه. اگه یه وقت پسر به دنیا نیومد و دختر به دنیا اومد چی؟ دختر به دنیا نمیاد، پسر به دنیا میاد. من مطمئنم. از یه چیز مطمئن باش، رباب دختر به دنیا میاره. منم که پسر این خونواده رو به دنیا میارم. رباب میخوام باهات حرف بزنم دخترم. رباب من میدونم که الان حالت خیلی بده عزیزم، ولی فعلا همه چی رو فراموش کن. کارایی که زینال رو نیایش کردن رو فراموش کن. الان فقط به بچهت فکر کن. باشه عزیزم، تو داری مادر میشی، یه موجود دیگه داره توی بدنت رشد میکنه. به اون فکر کن دخترم. اگه تو ناراحت و پریشون باشی، اونم همین حس رو پیدا میکنه. خودت دکتری و خیلی بهتر از من میدونی که هر چیزی، چه روحی چه جسمی، بهت ضربه بزنه روی بچه‌م تأثیر میذاره. واقعا اینو میخوای که بچه‌ت قبل از به دنیا اومدن شکار خودخواهی و مشکلات شما دوتا بشه؟ نه، بچه من قراره شجاع باشه، خیلی هم قوی، آدمی که من نتونستم باشم اون قراره بشه، کسی که به خودش اعتماد داره، کسی که از بقیه بتونه حقشو بگیره. دختر من اینجوری میشه. دختر؟ نه 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 نه، ما پسر میخوایم، وارث برای خانوادمون. ولی من دختر میخوام، دختری که مثل خودم نباشه، از من کامل تر باشه و من آرزوهامو توش ببینم، بعدم غمامو فراموش کنم. اصلا بهش فکر نکن. الان این بحث دختر پسری رو ولش کن. هرچی خدا بخواد همون میشه. فقط تو مواظب سلامتیت باش. اگه تو سلامت باشی بچه هم سلامت میمونه. درست نمیگم؟
خب اون وقت چی میشه رباب؟ زینال بچه رو ازت میگیره و از این خونه پرتت میکنه بیرون. تو چی فکر کردی؟ جوری که خونواده من منو دست خالی از خونه پرتم کردن بیرون، اونم به خاطر تو؟ همونطوری زینال از این خونه پرتت میکنه بیرون. و تو فکر کردی که این بچه فاصله بین تو زینالو از بین میبره؟ به هیچ وجه. برعکس، بعد از به دنیا اومدن بچه زینال تو رو برای همیشه ول میکنه. حالا میبینیم. من به خوب بودن و صداقتم مطمئنم و تو به بدی و قلب سیاهت. حالا میبینیم که توی دادگاه الهی کی برنده میشه و کی شکست میخوره. که اینطور زینال، تو فکر کردی تا وقتی بچه به دنیا نیومده میخوای منو اینجا نگه هم داری و بعدش هم منو حبسم کنی؟ بعدش منو از این زندون و اسارت رها میکنی ها؟ و حکم آزادی ما صادر میکنی؟ نه زینال، من اونقدرام ناتوان و بیچاره نیستم که تو فرضم کردی. نمیذارم سایتم نزدیک بچم بشه و نمیتونی منو اینجا حبسم کنی و نگه هم داری. بخیر، شما دو تا کنار هم خیلی جذابینا. ممنون. زنده‌داش، امروز بیاین پیش من بشینین کنار من. نه سوریا، میخوام کنار زینال بشینم. خب راستش میخوام هر لحظه و هر ثانیه‌ام رو با زینال بگذرونم. چون میخوایم همه عمرمون رو با هم بگذرونیم. زنده‌داش، لطفاً بفرمایید. صبح بخیر مامان. خوشحالم همتون اینجا دور هم نشستین. خونه و زندگی همینجوری سر و سامون میگیره. چه خونه چه پیوندا با محبت سر و سامون میگیره. به خاطر محبتی که امروز اینجا و توی این خونم. ولی یه چیزی رو میخوام براتون روشن کنم. دیگه به روش خودم زندگی میکنم و خودم برای خودم تصمیم میگیرم. باشه بابا، هر کی هر جور بخواد میتونه زندگی کنه. حوصله یه فلسفه بافی بعضی ها رو ندارم. خب حالا چرا به من زل زدین؟ صبحونتون رو بخورین یا میخواین ادامه بدین؟ یالا نیش شروع کن. رباب خانوم، آقا اسد اومدن، راهنماییشون کردم تو پذیرایی. بابام اومده. زینال بهت گفته بودم مامان و بابام خیلی نمیتونن با هم قهر بمونن. من میرم ببینمش. خیلی خوب، شما صبحونتون رو بخورین.
میدونستم حتما میایین دیدنم. همونجا وایستا. همون جوری که اومدی دوباره برگرد. اینجا نیومدم تو رو ببینم. اومدم دخترم ربابو ببینم. دیگه فراموش کردم دختری به اسم تو دارم. رفته آمدم تو این خونه به خاطر تو نیست. به خاطر ربابه. نیایش، چرا اینجوری میکنی؟ مگه نگفته بودی آدم صبوری هستی؟ خیلی هم جسوری. پس این رفتارات چیه؟ این عصبانیت، این قهر و دعوا رو باید تحمل کنیم عزیزم. مهمترین چیز اینه که من کنار تو هم. بیشتر از این چی میخوای؟ زینال، مگه ندیدی؟ اون بابای منه، ولی پیش من نه، پیش رباب اومده. من تنها دخترشم زینال، ولی رباب از بچگی تا الان هر چی داشتم ازم دزدیده. امروزم همین کارو کرد. بابای من اومده اونو ببینه، نه منو. ازش متنفرم زینال، متنفر. درکت میکنم. لطفا دیگه ناراحت نباش. اعصاب خودت هم خورد نکن عزیزم. صبحونت هم نخوردی نه؟ یالا یالا با من بیا. بیا زینال، بهش بگو از اینجا بره. هر وقت اونو به عنوان همسر تو این خونه میبینم خیلی حالم بد میشه. بهش بگو از اینجا بره، میبینمش اعصابم خورد میشه. نیایش، خودت میدونی که اونو توی این خونه و زندگیم چرا نگهش داشتم. مگه نمیدونی چرا مجبور شدم؟ پس این حرفا چیه؟ ولی اون که مجبور نیست، مگه نه؟ اون میتونه این خونه رو ول کنه و بره. حق انتخاب داره. فقط برای این اینجا مونده که میخواد به هم نشون بده توی این خونه چه ارزش و جایگاهی داره. بس دیگه اینقدر چرت و پرت نگو، اعصابم خورد میشه. بی خیال این چیزا رو فراموش کن. بریم. نیایش بریم دیگه. تو برو، من میام. میگم برو دیگه، من میام. رباب دخترم، این اتفاقا به خاطر حماقت و بچگی نیایش افتاده. ما دیگه نمیتونیم از شرم سرمونو بلند کنیم. آخه به مردم چی بگیم؟ به سوالاتشون چه جوابی بدیم؟ نمیدونیم چی کار کنیم. راستش امیر میگفت که این روزا تو حالت خیلی خوب نیست. میگفت که مدام استرس داری. بله دایی، این اتفاق حال روحی و ذهنیمو به هم ریخته. اگه این موجود کوچولو رو پیشم نداشتم، شاید الان دیوونه شده بودم. این دلیل زنده موندنم شده، وگرنه هیچی برام نمونده دایی، هیچی نمونده. رباب دخترم، اینطور نیست. برای من همه ی زندگیم تویی. توی این خونه همه چیز متعلق به تو عزیزم. باور کن من نیایشو به هیچ وجه حمایت نمی کنم. من همه جوره کنار تو هم. و اینکه من به این دلیل اومدم که تو رو با خودم ببرم دخترم.
یه مدتی اگه بیای و پیش ما بمونی، از این محیط دور باشی، برای روحیت خیلی خوبه عزیزم. نه دایی، من هیچ جا نمیرم. میخوام خودم رو امتحان کنم. نصف زندگیم که با امتحان کردن بقیه گذشت. ولی رباب دخترم، دایی من بهتون سر میزنم، پیشتون میام، ولی الان به زمان نیاز دارم. باشه عزیزم، هر جور خودت راحتی. بابا چی شد؟ بابا رباب جونو با خودتون نیاوردین؟ هرچی بهش گفتم قبول نکرد که با هم بیاد. یعنی چی قبول نکرد؟ شما چرا به این حرفش اهمیت دادین؟ بابا به زور میاوردینش، خودتون میدونین که چقدر حالش بده، الان خیلی افسرده است، واسه همین تو اون شرایط بیشتر از همیشه بهمون نیاز داره. چرا اونجا تنها گذاشتینش اومدین؟ امیر، اونقدری که فکر میکنی رباب ضعیفه، اون ضعیف نیست. من که واقعا بهش افتخار میکنم. اون هنوزم مثل یک کوه محکم سر جاش وایستاده. من و تو چه کمکی میتونیم بهش بکنیم؟ رباب از اون دست دختراییه که به دلداری دروغین اصلا احتیاجی نداره. گاهی فرصت پیدا کردی حتما شخصیت خودتو با اون مقایسه کن، اون وقت حتی از خودتم خجالت میکشی. اون دختر حتی الان هم حاضره که به پیشواز یه زندگی جدید بره. یه همچین آدمایی خیلی شخصیت بزرگی دارن امیر. مامان شما بگین حال رباب جون خوب بود؟ بسه. هی رباب، رباب تو اصلا نگران خواهرت نیایش هستی؟ گاهی به اونم فکر کردی؟ فکر کردی که داره چی کار میکنه؟ دختر بیچارم آواره یه خونه مردم شده. تو فقط نگران رباب باش. راستش تقصیر شما نیست، بالاخره مادرشین. مادرها همیشه نگران بچه های خودشونن. همون جا وایستا، همون جوری که اومدی دوباره برگرد. اینجا نیومدم تو رو ببینم، اومدم دخترم ربابو ببینم. دیگه فراموش کردم دختری به اسم تو دارم. رفته آمدم تو این خونه به خاطر تو نیست، به خاطر ربابه. واقعا که شام خیلی خوبی بود. اوف، خیلی خسته شدم ولی خیلی خوش گذشت. روز خیلی خوبی بود. شام که خیلی خوب بود. تو هم کنارم بودی، هوا هم عالی بود. باورم نمیشه زندگی میتونه اینقدر زیبا باشه. دیگه از این به بعدشو ببین،
زندگیمون زیباتر از اینم میشه. تازه داستان عشقمون شروع شده. خیلی خوششانسم که تو انقدر دوستم داری عزیزم. اومدی تو اتاق من؟ اومدم اینو بهت بگم که از این خونه و از زندگی زینال برو بیرون. این حرفو چرا به زینال نمیری بگی؟ چون فعلا به خاطر وضعیتت دلش به حالت میسوزه. زینال آدمی نیست که برای کسی دلسوزی کنه. اونو من نه، بلکه این بچه مجبور کرده که قراره تا چند ماه دیگه به دنیا بیاد و وارث خونوادش بشه. به این فکر کنی آیش، بچه هنوز به دنیا نیومده. اینه وقتی به دنیا بیاد قراره چی بشه؟ خب اون وقت چی میشه رباب؟ زینال بچه رو ازت میگیره و از این خونه پرتت میکنه بیرون. تو چی فکر کردی؟ جوری که خونواده من منو دست خالی از خونه پرتم کردن بیرون، اونم به خاطر تو؟ همونطوری زینال از این خونه پرتت میکنه بیرون و تو فکر کردی که این بچه فاصله بین تو زینالو از بین میبره؟ به هیچ وجه. برعکس، بعد از به دنیا اومدن بچه زینال تو رو برای همیشه ول میکنه. حالا میبینیم. من به خوب بودن و صداقتم مطمئنم و تو به بدی و قلب سیاهت. حالا میبینیم که توی دادگاه الهی کی برنده میشه و کی شکست میخوره. الو 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 رباب جون، حال چطوره؟ من خوبم، ولی وقتی من دیدمت حالت خوب نبود. بابا رو فرستادم دنبالت بیارت اینجا. چند روزی اینجا بمونی؟ اما نه، تو با اونا نیومدی. چرا باشون نیومدی؟ آره میدونم، اصلا متنفری نه. به خاطر من نمیخوایی تو این خونه بیای. حتما فکر کردی جایی که آدمی مثل امیر باشه من چطور میتونم اونجا برم. از من متنفری؟ نه امیر، داری اشتباه میکنی. جایی که الان هستم اینجا خونه منه. مگه نمیگی که از من خیلی چیزا یاد گرفتی؟ شاید نسبت به حس خوبی نداشته باشم، ولی حرفات به من انرژی داد. بهم قدرت اینو داد که تصمیم بگیرم برای حق خودم بجنگم. ازت ممنونم. و دلیل نیومدنم به اونجا تو نیستی.
برعکس دلیل اینجا موندنم توی. ممنون. سونا سونا وارستا کب میری منزل ہوا کھویا کھویا وہ ملنا کتنا مشکل ہوا سونا سونا وارستا کب میری منزل ہوا کھویا کھویا وہ ملنا کتنا مشکل ہوا میخوام یه برنامه بریزیم، یه چند روزی یه سفری بریم دور از اینجا. واقعا؟ راستش منم به همین فکر میکردم. باید یه مدتی از اینجا دور باشیم، جایی که فقط من و تو باشیم. حوصلم خیلی سر رفته، دلم تغییرات میخواد. هم برای تغییرات، هم برای فرار از استرس اینجا. باید از اینجا بریم. خب کجا بریم؟ هر جا رفتیم، ولی اونجایی که اولین بار همو دیدیم حتما میریم. خب دیگه از مامان اجازه میگیرم، فردا را میافتیم. اجازه؟ از مامانت؟ آره دیگه، بدون اجازه مامان مگه میشه بریم؟ نمیشه دیگه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه می‌دهد.